عزی؟ لیلا؟ تو یک شنبه هم کار میکنی؟ برای درس نیومدم، کلن استعفا دادم. استعفا؟ کارت خیلی به موقع بوده. پس الان اینجا چی کار میکنی؟ تو چرا منو داری بازجویی میکنی؟ ببینم تو خودت کلیه سحر اینجا چه کار میکنی؟ در مورد سرقت یه چیزایی فهمیدم، اومدم با آقا چاداش در موردش حرف بزنم. حتی میخواستم از تو هم بپرسم، شب دزدی ظاهرن یه سری افراد اینجا هیپنوتیزم میشد. هیپنوتیزم؟ آره. مگه میشم جین کاری کرد؟ آره، خب میشه گفت پرواز روح از طریق سیر و سلوک من. تو بلدی؟ آره، یعنی نه، فقط یه چیزایی در موردش شنیدم. همه یه توضیحات افراد این خونه تو شب دزدی به هیپنوتیزم میرسه. این یعنی یه فراموشی گذر. البته که تو اینجا نبود، اما چیزی به خاطر میاری؟ نه، من یادم نمیاد، اصلا همچین چیزایی ندیدم، نمیدونم. نه، نمیدونم. لیلا، چه سورپرایز قشنگی، خوش اومدی. خیلی ممنون ناقشادش. عظیم، امیدوارم با سوالات لیلا خانمو کلافه نکرده باشی. گفتم که اون از خانواده به حساب. داداشون، اجازه میدی از من سوال کنن، ولی از لیلا نه. خواهر جون، لیلا خانم چه ربطی به این قضیه داره؟ خب تو اون روز توی خونه بودی. مطمئنم که نداره. هیچ اتفاق بدی با لیلا خانم ارتباطی نداره. بفرمایین بیاین یه قهوه با هم بخوریم. خوشحالم که استعفا ندادی، بیا اینو جشن بگیریم. بابا چاداش، من به خاطر اون نیومدم. اینو فراموش کرده بودیم، اومدم اینو بهتون بدم. حداقل میومدی ایشیلو میدیدی، دلش خیلی برات تنگ شده. منم همینطور میرم ببینمش. تونستی چیزی پیدا کنی؟ آره، فکر کنم یه چیزایی پیدا کردم. یه اتفاقایی افتاده روشه. به احتمال خیلی زیاد آدمای خونه رو هیپنوتیزم. چی؟ برای همینم هست که هیچ رد نیست. یعنی در حال سرقت کردن افراد خونه همه خواب. گوش کن دختر، میدونم داری چی کار میکنی، نمیتونی منو گول بزنی. چی؟ میخوام چی کار کنم هان؟ چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ ولم کنین. دختر، این تویی که دست از سر ما بر نمیداری. مگه استعفا نداده بودی؟ پس چرا دوباره اومدی؟ ببینم باز دنبال چی هستی؟ باز؟ دنبال چی باید باشم ویلدان خانوم؟ من یه استاد پیانو هستم. بله همینطوره، تو قبلا تو این خونه فقط یه استاد پیانو بودی. البته از نظر من که هیچ وقت اینطور نبود. البته بعدش یهو انگار که رفتار تغییر کرد. منظورتون چیه؟ مشکلتون با من چیه؟ یعنی شما کار و زندگی ندارین، فقط بلدین به من گیر بدین. خب بذارین به آقا چاداش بگیم براتون یه کار پیدا کنه. بهتره بی ادبی نکنی. با این بازیایی که گردنبندو پس میاری فقط برادرمو میتونی گول بزنی. استاد پیانوی ایشیل، گوش کن، میتونی همه رو گول بزنی، میتونی کاری کنی که بقیه باورت داشته باشن، ولی من حواسم خیلی جمعه. هیچ وقت نمیتونی خانم این خونه بشی. من همچین هدفی ندارم، ولی اینطور که شما مضطرب شدین معلومه نتونستی خانم این خونه باشی. در رابطه با این موضوع به من گیر ندین. کاری نکنین که به خاطر لجبازیم کاری که دوست ندارم انجام بدم. یعنی میتونی انجام بدی اگه بخوای. آره. لیلا ایشی، خوشگلم، دلم برات یه سر شده بود. خوشگل من، حالت چطوره؟ حالت خوبه عزیزم؟ خوبم. من خیلی دلم برات تنگ شده. من بیشتر دلم تنگ شده. من به اندازه ستاره ها دلم تنگ بود. من به اندازه همه چی. تو همینطوری ادامه بده.
آه.